بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولین عزیز، خوش آمدیم به جلسه 41 مدیریت دیتابیس 1. مسئولین عزیز، در جلسه قبلی ما بعضی موضوعات در قسمت جاین ها خواندیم، اینر جاین بس کردیم به شکل عملی و لیف جاین بس کردیم، رایت جاین بس کردیم، این موضوعات بس شد. امروز هدف ما در این جلسه فول جاین است و همچنان کراس جاین. فول جاینز یا فول جاین به این معناه که ما به دو طرف تیبل ها دیتا ها را می داشته باشیم، دیتا های هر تیبل دیتا های خاص خود را می داشته باشه و این تیبل ها دیتا های خاص خود را دارن و بعضی از این دیتا ها مش میکنه، یعنی مشابهت میباشه به اساس پرایمری کی و فارن کی که ارتباط ایجاد کردیم. بعضی اینها به اساس از اون دیتا های خاص خود دیتا ها را مشترک می داشته باشن و این دیتا های مشترک که می داشته باشن در واقع اینها را به ما استخراج بکنن و همچنان دیتا هایی که خودشان دارن و دیتا ها را به ما استخراج بکنن، یعنی کل دیتا هایی که دو طرف دارن و دیتا ها را به ما چی بکنن بیان. یکی کراس جاین داریم. کراس جاین در واقع جاینی است که به اساس از اون جاین ما میتونیم که دیتا های دو طرف هم مولتیپلای بکنیم، یعنی به اساس آی دی نمبر یا به اساس هم فرنکی میتونیم که اینا را مولتیپلای بکنیم، ضرب بزنیم، یعنی هر دپارتمنت یا هر سطر میشه که دو چند شما و باز از اون میتونیم استفاده بکنیم. و کراس جاین معمولا بعضی اوقات در بعضی الگوریتم ها یا در بعضی سرویس های مشخص مورد استفاده قرار میگیره. مثلا از زمین هم یعنی به شکل عملی کار میکنیم. قبلا ما و شما یک تیبل ایجاد کرده بودیم و بالا از این تیبل میریم کار اینجا کار میکنیم. در نخست میریم ما کیوری که نیاز است با فول جاین و باز میکنیم. اینجا مثلا عزیز ببینیم که ما دو تیبل ایجاد کردیم، یک تیبل ما 10 رو داره یا 10 سطر می داشته باشه و تیبل دیگه ما 6 سطر داره. اگر ما مثلا عزیز ببینیم که اگر من لفت جاین بکنم یا اینر جاین بگم، مثلا عزیز اگر من اینر جاین بگم به این معنی که تنها مشترک از اینا را میاره، یعنی دیتا های مشترک به ما استخراج میکنه. میبینید که دیتا های مشترک به اساس آیدی نمبر یا به اساس دپارتمنت آیدی دپارتمنت مشخص به ما دیتا های مشترک میاره. اما اگر لفت جای نبگیم در این قسمت ببینیم که مسئله عزیز دیتا های کلی خود تمام تیبل لفت میاره که امپلایی هست لفت ما، اینا میاره و اینجا استخراج میکنه. ببینیم که ما در قسمت امپلایی نلم داشتیم و در قسمت نلم داریم، این نلم با ما و شما چی میشه؟ استخراج میشه. اینجا ببینیم که نلم استخراج شد، اما در این قسمت ده رو افکتد میشه به خاطر از اینکه ما در امپلایی ده رو را داریم و ده رو را با ما و شما به اساس هم مچینگ هم میاره از طرف دپارتمنت و هم دیگه دیتای کلی خود امپلای را میاره. اگر ما رایت بگیریم به این معنی است که به اساس تیبل رایت که عبارت از تیبل دپارتمنت است به اساس از این دیتا را میاره، که یعنی تمام دیتا را از دپارتمنت میگیره و بعضی دیتا های مش که میکنه با دیتای دپارتمنت اون از امپلای میگیره. اینجا ببینیم که در این قسمت سلس و مارکتینگ هم آورد. سلس و مارکتینگ در واقع در امپلایی موجود نیست. در اینجا ببینیم که اگر ما کلش سلیک بکنم در این قسمت ببینیم که اینجا در رو از امپلایی است، 6 رو از دپارتمنت است و در آخر هم در رو چی شده؟ در رو اینجا انجام شده. به خاطر از اینکه بعضی روها اینجا مربوط چی نیست؟ مربوط از این نیست، اما در واقع از طرف چی آمده؟ از طرف امپلایی، دپارتمنت امپلایی آمده و با ما شما در اینجا در رو را نگاه. خب در قسمت فول جاین که آمدیم اینجا ببینیم که ما یکی ده رو داریم و یکی دیگه هم 6 رو داریم و ما میخوایم که فول جاین انجام بدیم. فول جاین قسمت اگر انجام شما فول جاین و در قسمت فول جاین که ما اکزیکیوت بکنیم اینجا ببینیم که 12 میشه. و این معنی که یعنی در واقع باید
در واقع باید این 16 رو شود. اما اینجا ببینید که بعض روحای ما، مثلا اینجا احمد در دپارتمنت آی تی است، اسد هم در دپارتمنت آی تی است، یکی از اینا گرفته میشه. به خاطر از اینکه ما فول که گفتیم، یعنی به اساس هر آیدی مشخص میتونه که یعنی به یونیکلی یا به شکل انفرادی مشخص یونیک میتونه که دیتا رو بگیره. اینجا اگر یک رو از این کم شده و دو سه رو هم از این دپارتمنتی که نمبرش دو هست کم شده، به خاطر از اینکه اینجا سه هست، سه رو هست اینجا ببینین، و همچون یک روی دیگه هم از قسمت سه کم شده، سه رو هم از قسمت دو رو هم از سه کم شده، دو رو هم از در واقع دو کم شده، در مجموع باید 16 میشده، اما چند شده؟ 12 شده. یعنی فول جاین اینجا ما انجام دادیم. در این قسمت ببینیم که فول جاین رزلتش رو ببینیم. رزلت فول جاین، اینجا رزلت فول جاین است. اما از طرف امپلایی آمده، اما از طرف چی آمده؟ اما از طرف دپارتمنت آمده. این دیتا فول آمده. و یکی از موضوعات دیگه گفتیم مسئله نزیز در این قسمت چی هست؟ کراس جاین هست. کراس جاین در واقع عبارت از جاین هست گفتیم که ملتیپلای میشه به اساس امو فارنکی ما. کراس جاین اینجا ببینین که ما ببینین مثلا مثال مثلا عزیز ما در رکورد هم در یک تیبل داریم، در شش رکورد دیگه هم در تیبل دیگه داریم، اما می خواهیم که تمام از اینها را ملتیپلای بکنیم و نتیجه را به این شکل به ما نشان بدن. این قسمت نشان بدم ببینید که تعدادی چدای ما چند شده؟ 60 شده. با طور مثال تمام میشم مسئله بکنم و در اینجا ببینید که در کارت از امپلایی است، در کارت شش رکارد هم از دپارتمنت است، عرضش که ضرب کردن چند شده؟ 60 رکارد شده و این 60 رکارد تا مورد استفاده قرار میتن. در این قسمت ببینید که قسمت کراس اینجا ما 60 رکارد را باید دست آوردیم. در این قسمت ببینیم که 60 رکارد. در واقع اینجا یکی از موضوعاتی میشه به اساس هر کامش از هر امپلایی را ضرب تعدادی از دپارتمنت ها میکنن. مثلا 10 امپلایی ضرب دپارتمنت آی تی، 10 امپلایی ضرب فایننس، 10 دپارتمنت ضرب مثلا مارکتینگ یا سلز، کلش به این شکل ضرب میزنه. اما در این قسمت ببینیم که هدفی از این است که بعضی اوقات ما بعضی محتوا می داشته باشیم. محتوا طوری است که ما می خواهیم که قیمت جنس پیدا بکنیم، یا یک تعداد افراد به طور مثال یک فرد میتونه که چندین جنس به دست بیاره و از چندین مارکت میتونه به دست بیاره، یا یک فرد من حیث کاردینیتور در چندین دپارتمنت کار میکنه، باز از کراس جاین بعض اوقات استفاده میشن. و این در واقع نوعیت استفاده چی هستن؟ نوعیت استفاده جاین هاست. و همچنان ما میتونیم فول جاین از طریق دیزاین کیوری ادیتر باز بکنین و هر دو دپارتمنت انتخاب بکنین، هر دو تیبل ببخشین انتخاب بکنین. در این قسمت وقتی که انتخاب شد، با در دو دپارتمنت هر دو تیبل در اینجا افزود پیدا میکنن. در این قسمت ببینین با وقتی که بخوایم فول جاین به دست بیاریم، اینجا سلیک آل میگیم و مثلا تمامی از این کالم ها را انتخاب بکنم و تمامی کالم ها انتخاب شوه، آل میکنیم، اوکی، این حالی تمامش انتخاب میشه و اینجا سرچ میکنیم که تمامی دپارتمنت ها. در این قسمت ببینید مسئله عزیز که ما دپارتمنت آیدی داریم تا ششه و دپارتمنت نیم داریم و لوکیشن داریم. دپارتمنت ای آی دی امپلایی هست، دو دانش نال هست. و در این قسمت ببینید که در این قسمت 7-8 آمده. 7-8 در واقع جاوید و علی هست که میل هستن و همچنان ماشان هست، اما دپارتمنت آی دی به این معنی است که این مربوط هیچ دپارتمنتی نمیشن، و در این قسمت ببینیم که نل آمده، اینجا نل است و این معنی که ما در مارکتینگ و سلز که در کابل هرات است، خان و مرزیه اینا هیدی از اینا هستن، در واقع هیچ امپلایی ندارن، یعنی هیچ امپلایی
ندارن، فقط دپارتمنت موجود است اما ما چی نداریم؟ در واقع کارمند نداریم در داخل از اینا، یا امپلایی نداریم. به این معنی که اینهایش مربوط امپلایی نمیشن. و همچنان میتونیم که در واقع لفت جان و را جان هم به این شکل انجام بدیم و ای باعث میشه که ما بتونیم به سادگی کار انجام بدیم. اگر ما فول جاین انجام میدیم، اگر فول جاین انجام بدیم، اگر بخوایم که تنها دپارتمنت نیم باشه، لوکیشنش باشه و همچنان در اینجا امپلای آی دی باشه و نیمش باشه، جندر سالریش باشه، باز به این شکل ما میتونیم کیوری را جنریت بکنیم، سلیک بکنیم، اگزیکیوت بکنیم. در این قسمت ببینیم که یک مشکلی که ایجاد شده این است که ما در یک تیبل در یک کیوری جدید باید بریم، یک کیوری جدید میگیریم، بازی کار انجام میدیم. به طور مثال کیوری جدید و یک کار انجام میدیم، فول جاین هم میگیریم، مثلا فول جاین، و بعد از دو میگیم که ای لوکیشن و دپارتمنت هد باشه. دپارتمنت هد هم نمیگیم، لوکیشنش رو میگیریم، اینجا نیم و به این شکل اوکی. حالا اینجا باید اکزیکیوت بکنیم. اینجا ببینیم مثل این هست که ما دپارتمنت ها گرفتیم، فول جاین هست و لوکیشنش هست، نیم احمد هست، جندر شما ای امپلای نیم، نیم امپلای نیم هست، امپلای نیم، جندر و سالریش. در قسمت که در دپارتمنت آی تی، اینجا دپارتمنت آی تی دو نفر، عمر و احمد و عمر است، و در دپارتمنت فایننس سه نفر، در هرات هست سه نفر هست، اسد هست، مایانس و حامید هست. و دپارتمنت اشهار هم ببینید که عابد و مرزیان هست، و در دپارتمنت که فاطمه هست. و در مارکتینگ و سلس ما کسی نداریم و همچنان چون فول جاین انجام شده، ما در قسمت اینجا جاوید و علی هست، جاوید و علی را داریم اما در هیچ دپارتمنتی مربوط نمیشه. به این شکل در واقع ما میتونیم که فول جاین انجام بدیم. اینجا ببینید که فول جاین اوتر شده. اگر اوتر هم نباشه مشکلی وجود نداره، ما میتونیم که چی بکنیم انجام بدیم. اگر خواسته باشیم که لفت انجام بدیم، باز دوباره به این شکل کار میکنیم، لفت و لفت و لفت یا رایت انجام میدیم. اگر اینجا ببینید که سلیک آل روز فرام دپارتمنت، به این معنی است که دپارتمنت که هست لفت است، دپارتمنت این طرف لفت است و ایچ هست امپلای رایت است. همینه شد. یا ای که سلیک بکنیم همیشه، اگر بعض اوقات میشه که ما این طرف و این شکل، چون ای از این طرف میتونیم باشیم که از این طرف میتونیم که ما از این قسمت دپارتمنت آی دی میتونیم که جاین ایجاد بکنیم یا ریلیشنشیپ ایجاد بکنیم با اینجا، به خاطر مثلا ما جاین ایجاد میکنیم، به این خاطر میگه که ای لفت است و اینم رایت است. و در اینجا به این شکل اگر بگیم میتونیم انتخاب بکنیم که کدام موضوعات میتونیم و چی بکنیم، رایت اوتر جاین انجام بدیم. اینجا به این شکل اکزیکیوت بکنیم دیتایی که یعنی رایت اوتر جاین انجام دادیم بین از اینها، و به این شکل نتیجه رو میبینیم. خب مثلا عزیز، درس شما با اینجا به پایان میرسه و در فصل پنجم ما انواع مختلفی رابطه های دیتابیس و تیبل ها را خواندیم و هدف ما همی بود که جدول های بزرگ و طویل چطور میتونیم که کوچک بسازیم، و وقتی که کوچک ساختیم باید ریلیشنشیپ یا ارتباطات ایجاد بکنیم، وقتی که ارتباطات ایجاد کردیم باید کوشش بکنیم که به اساس کلید خارجی بتونیم که ارتباطات ایجاد کنیم. وقتی که ارتباطات ایجاد شد، به اساس ارتباطات میتونیم از دیتاهایی که در تیبل ها موجود است با استفاده از کیوری های جاینز میتونیم که دیتاها را به یک نحو استحصال یا استخراج بکنیم و مورد استفاده قرار بدیم. مثلا این عزیز، درس شما با اونجا به پایان میرسن. در درس های بعدی انشاءالله موضوعات امنیتی مدیریت دیتابیس یک هست که موضوع رولز است، یوزر هست، لاغین هست، که اون موضوعات به شکل مفصلش انشاءالله در موردش بحث میکنیم. فعلا خدا حافظ و ناصرتان. روزتان خوش، بخیر باشید.